ببینین ماجد خانم، من نه دلم میخواد رابطه شما و پسرتون خراب بشه و نه دلم میخواد بچه هامون ناراحت بشن. در ضمن شما میتونین روابط نواتون رو خیلی بهتر کنین، یعنی این وظیفه شماست. البته من میتونم، اما این کارا نمی کنم. تو هیچی نمی دونی، از هیچی خبر نداری. چیو نمی دونم؟ از چی خبر ندارم؟ کار من تموم شد، می تونیم بریم. بریم دخترم. بیا. وقت داری؟ آره پسرم بیا. رستوران چطور بود؟ بد نبود. خیلی خوبه. غذا خوردیم به خاطر همکاری جدیدمون. تو آدمی به اسم عزیز بایهان میشناسی؟ نه، چطور مگه؟ امروز تو رستوران دیدمش. رسما اومده بود بابا رو تهدید کنه. البته چون ما اونجا بودیم کاری نکرد، اما جو یکم خراب بود. نمیشناسم. اما نگران نباش، پدرت میدونه با اینجور آدم ها چجوری باید حرف بزنی. خیالت راحت باشه. باشه پسر عزیزم. باشه. شب بخیر. شب بخیر. دوست دارم. منم همینطور عزیزم. برج گالاتا است، خیلی خوشگله. قبل رفتنت باید بریم اونجا. قصر توپکاپی، آیا سوفیا، مسجد سلطان احمد. لازم نیست همه رو تو یه روز بگردیم. کار پیدا کردم، اینجا میمونم. خیلی خوبه. یعنی پیش بابا قدیر برای تو هم کار جور کرد؟ نه حسرت، من کباب میزنم. تو شرکت چی کار دارم؟ تو رستوران کار میکنم، جای بدی نیست. با حقوقش میشه یه جوری گذروند، اما مهم نیست. مهم اینه که با هم باشیم. پس چرا به هم نگفتی ایبو؟ من یه ساعتی دارم باهات حرف میزنم. خیلی بد جنسی. چطورین بچه؟ سلام بابا جون. دخترم؟ من دیگه به این شرایط عادت کردم. کدوم شرایط؟ این که من خونم، در میزنن، تو میای تو. انگار سالها همین جوری بوده. وای نگو، منم امروز به اندازه همه عمرم گفتم بابا. مدرسه چطور بود؟ روز اول با چی چک به نتیجه رسیدیم؟ همه چی رو به راهه. یعنی کم کم اینطوری میشه، بالاخره عادت میکنه. یعنی اینقدر بد بود؟ از ده میشه گفت هشت بود. شما ها منو ویر کنین. چی کار کردین؟ قدیر و مرد باز چشم همدیگر رو در آوردن؟ راستش کم کم بهتر میشه، بالاخره با هم کنار میام. یعنی اینقدر بد بود؟ از ده میشه گفت هفت. مادرت کجاست؟ تو اتاقش بود. باشه، پس شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. نیلگون خوبی؟ نیلگون مریض که نیستی؟ من توی این خونه خیلی غریبم کمال، مثل مهمون میمونم. همه چیز غریبه، یعنی خونه غریبه، وسایل غریبن، اتاقا غریبن. تو این خونه من حتی صدای خودم هم نمیشنوم. من نمیدونم چجوری میتونم دووم بیارم. برای همه چی هنوز خیلی زوده. نیلگون یکم به خودت فرصت بده. من از روز اول همچین حسی داشتم. همه یه وسایل به حرف اومدن، میگن نیلگون جای تو اینجا نیست. چرا میخندی؟
پس همه وسایل به حرف اومده. مسخرم نکن. درکم نمی کنی. من توی این خونه بزرگ صبح تا شب تنها منتظر تو هم. اینجا خونه ماست نیلگو. اما اینجوری، یعنی با این حرفا که نمیشه. اینجا هیچی به من تعلق نداره. نه هیچ خاطره ای، نه هیچ وسیله ای. در ضمن من عادت ندارم اینجوری بشینم. من یه عمر کار کردم، حالا همینجوری الکی میشینم منتظر تو میمونم. ببین با زبون خودت گفتی ها. یه عمر کار کردی، یکم استراحت کن. مگه بده؟ بده. حس میکنم به هیچ دردی نمیخورم. نیلگون چیزی شده؟ چیزی هست که نمیتونی به هم بگی؟ زود باش دیگه. دوست دارم بدونم بعد این فیلم ها بازم میتونی تو اون مدرسه بمونی؟ خانم معلم؟ سورپرایز؟ آره زود باش. زود باش دیگه. خیلی خوب باشه، الان میام. تو بعد از مراسم عقد که من رفتم چی کار کردی؟ چی شد یادش افتادی؟ بعد از اون شب نشد حرف بزنیم. دوست دارم بدونم. تو خونه بودم، چون ولم کردی رفتی از دستت عصبانی بودم. همینطوری نشستم، بعدشم سوزان اومد. راستش چیشه که سری وسایل خواسته بود اومده بود اونا رو ببره. روز خدا تموم شده بود، چرا موقع شب اومد؟ نیلگون حالت خوبه؟ خوبم. احساس میکنم ناراحتی. نیستم. کنجکاو شدم. بعدش با سوزان چه حرفی زدین؟ چی کار کرد؟ زیاد مون؟ حرفی نزد. وسایل چیچک رو برداشت و رفت همین. ببینم این کارا برای چیه؟ یکم صبر کن، چیزی نمونده. وایسا چشماتو باز نکن، حالا باز کن. وای خدایا، من چی به تو بگم دختر؟ الو پسر، قیافتو ببینه. نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. واقعا ممنونم. گفتم تو کبوترات از آدانا بیان، شاید رفیق خوبی برات بشه. پس اگه اینجوریه خودت اسم بذار. اسمشو بذاریم امید. امید. از وقتی اومدم استانبول این قشنگترین کاریه که کسی در حقم کرده. امشب و هیچ وقت فراموش نمی کنم.
منم حمید. یکم استراحت کنیم. سلام، فقط میخواستم بدونی که من خیلی نگرانتم و دلم خیلی برات تنگ شده مرد. اون شب برای من خیلی مهم بود. گاهی وقتا عشق دقیقا مقابلمونه و ما یه طرف دیگر رو نگاه میکنیم. خیلی خوب، من دیگه باید برم. میبوسمت. حواست به کمال باشه نیلو. به نظرم اون اصلا قابل اعتماد نیست. بعد سوزان اومد یه سری از وسایل چیچک رو برداشت و رفت. ببخشید نیلگون خانم، بیدارتون کردم. نه نه مهم نیست، شما به کارتون برسید. نه نه شما راحت باشین، من بعدا تمیز میکنم. نیلگون صبح بخیر. صبح بخیر. چرا پیشم نمیخوابی؟ خفه میشی؟ جدی میگه؟ نه، برای من عادت کردن خیلی سخته، هنوز به نظرم خیلی عجیبه. خب همینجوری با امضا که نمیشه کمال. ما به خاطر این روز 25 سال صبر کردیم. مگه نه؟ میفهمم شاید آمادگیشو نداشته باشی، اما حداقل کنارم بخواب. دوست دارم وقتی بیدار میشم تو رو ببینم. میخوام بو تو حس کنم، بهت نگاه کنم. خوشتیپم؟ جانم امینه. الو سوزان خانم جون، آقای کمال و اون زن دیشب توی اتاق نخوابیدن، احتمالاً رابطه‌شون خراب شده. خبر خوبی امینه، ممنون. خواهش میکنم سوزان خانم، خدا نگهدار. حالا صبر کنین که چیزی نیست، زندگی تو خراب میکنم. زود باش دیگه بازی کن، چی کار داری میکنی؟ خب یکشو بندم. باشه بابا جون بیا بردار. به دردم نمیخواد. نگاه کن این چی انداخته. آخه این چه شانسیه، این چی آخه بابا؟ کسی جفت شده؟ نگاش کن تو را خدا. بفرما آقا من بردم. با
بازی کنین، شما بازی کنین. شما بچینین، من الان میرم برمیگردم. بچین. فادیل، فادیل توی دیگه؟ آره فادیل بپی جون. آره 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 منم. تلفنی با هم حرف زد. منو یادت رفت؟ نه یادم داداش. داداشم سلام رسون. میدونی چی گفت؟ گفت یادمون نرفته که ما رو انداختی گوشه زندون پیچیدی عوضی. نه منم یادم نرفته داداش. این چرفیه، حتی میخواستم براش نامه بنویسم، بعد گفتم کی دیگه نامه مینویسه. اگه تو براش چیز کردی، یعنی اگه موبایل فرستادی، خب شمارهشو بده من، منم یه حالی ازش بپرسم. خب بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه. خب حرف مفت نزن عوضی. داداشم گفتش بگو تو یه هفته باید 50,000 لیر پول جور کنه. اگه این کارو نکرد یه چاقو بکنم تو پات، انقدر بچرخونم که یادت بمونه. حواسم هست داداش، یادم نمیره. نیازی به چاقو نیست، همیشه یادم میمونه. اصلا فراموش نمیکنم. باشه ولم کن، فقط یه هفته وقت داری، فهمیدی؟ یکی لازم نیست برم دستشویی. ای بابا، عجب گرفتاری شدیم. دیر کردی. اول صبحی مهمون ناخونده داشتم، اعصابمو تا جایی که جا داشت به هم ریختی، واسه همین یکم دیر شد. ببخشید سوزان خانم. برای من بهونه جور نکن، دفعه بعدی سر ساعت میای. میخوام هرچی در مورد حسرت میدونی به هم بگی. ساعت چند میخوابه؟ ساعت چند بیدار میشه؟ چه رنگی دوست داره؟ چایشو با شکر میخوره یا نه؟ سرگرمیاش چی هستن؟ نویسنده یه مورد علاقهش؟ چه موزیکایی رو گوش میده؟ هر چیزی که فکر میکنی مهمه، همه ی جزئیاتو باید به هم بگی. ببخشید، تو این اطلاعاتو میخوایی چیکار؟ اگه میخوایی بلایی سر حسرت بیاری، من... تو همون آدمی هستی که خواهرزادتو دزدیدی فادیل. به من درس نده، یکم بیشتر فکر کن. من پول لازم دارم. تازه بهت دادم، چه زود تموم کردی. اونقدر نه، خیلی لازم. 50,000 لیر. اگه چیزایی به درد بخور بگی بیشترم گیرت میاد. بگو. حسرت از وقتی بچه بود عاشق موسیقی بود. یعنی اینجوری که میگم نبود. از 3 سالگی تو خونه هشتی در قابلمه گیرش میومد، شروع میکرد به زدن. واقعا مغزمونو برده بود. بعدش دیگه کم کم رفت تخصصی یاد گرفت. اون خیلی کتاب میخونه، یعنی هرچی بگی براش جواب داره. اما حرف مفتم نمیزنه ها، همیشه درست میگه. نیلگون خانم جون، آقای کمال فرستادن، همین الان آوردن. آقای کمال همین جوریه، از دل خانوما خبر داره. برای سوزان خانم هم گل زیاد میفرستاد.
ببخشید از حدم گذشتم. بدین من همین الان اونو میذارم. لازم نیست. هر جور راحتی. خب پسر چی؟ از چه جور پسره خوشش میاد؟ شما در این حرفا به کجا میرسین سوزان خانم؟ من اصلا از این حرفا خوشم نمیاد، دارم بهت میگم. خودت میدونی، تویی که به پول احتیاج داری. اون الان با مردا کاری نداره، نامزدش بهش خیانت کرد. حسرت خیلی حساسه سوزان خانم، شنیدی میگن آزارش به یه مورچم نمیرسه؟ اون دقیقا همینه. آدمی که میخواد دل اونو به دست بیاره باز کاملا شبیه خودش باشه، وگرنه حسرت هستن دختری نیست که اهل پول و اینجور چیزا باشه. خب آخ فادیل، 50,000 لیر پول زیادیه، باید چیزایی بگی که بیشتر به دردم بخوری. میدونی که پول راحت به دست نمیاد. قدیر یه رفیق صمیمی داره، ایبا، همون که تو آدانا کباب درست میکنه، شاید بشناسی. خب این پسره ایبا بکنم عاشق حسرت ما هست، یعنی بعد اون کاره که تو آدانا با من کرد من فکر میکنم اینجوریه. اون روز منو کشید یه گوشه، زیر دماغم یه چیز گرفت، بیهوش شدم، بعد منو برد توی یه انبار، دست و پا من بست. اصلا برا مهم نیست با تو چی کار کرده فادیل. البته قدیر نمیدونه ایبا چه حسی داره، اگه بدونه که قیامت به پا میشه. فکر کن تو یه نفر بیاری تو خونه سر سفرت بشونی، بعد اون به خواهرت نظر داشته باشه. آدنا شبیه استانبول نیست سوزن خانم، به خاطر همچین چیزی آدم خون به پا میکنن. ها حالا چی میگی؟ این چیه؟ رمز؟ رمز چی؟ من پول نقل لازم دارم توزان خانم، پول میخوام. رمز گاف صندوق کماله، توش همیشه یه عالم پول هست. پولی که میخوای اونجاست، شاید حتی خیلی بیشتر. مگه من دزدم؟ مطمئنم اون کارم کردی فادیل. برو تو خونه گاف صندوق رو باز کن، پولتو بردار. خسته نباشی. خیلی خوبه که انقدر خوشحالی. بله لزومی نداره ناراحت باشم، اما انگار تو حوصله نداری. نکنه تو زندگی مشترک مشکلی پیش اومده؟ نه همه چی خیلی خوبه. ممنون که انقدر نگران منی. همیشه همینطور بوده. من اومده بودم یه چیزی ازت بپرسم. این عزیز بایهان چه جور آدمیه؟ چرا این سوالو میپرسی؟ فکر کنم دیروز رو در رو شدین. مرد میگفت آدم درستی به نظر نمیاد، منم کنجکاو شدم. یعنی این آدم به مناقصه مربوط میشه؟ بیا. آقا مرد و آقا قدیر اومدن شرکت، گفته بودین حتما بهتون اطلاع بدم آقا کمال. باشه مامان.
جوابمو ندادی کمال. مسئله مهمی نیست، میخوام بچه ها رو با گروه آشنا کنم، بعدم میبینمت. همگی خسته نباشی. سلام آقا کمال. چطوری هالوک؟ خیلی ممنون، خوش اومدید. پسرم مرتو که میشناسی. سلام آقا هالوک. خوش اومدید. اون یکی پسرم قدیر. خوشبخت. خوش اومدید. خب هالوک جان، بچه ها قراره با تو کار کنن. گوش دستخونشون برای تو، رحم نکن. به تیم ما خوش اومدین دوستان. مسئول اینجا هالوک جان، مدیر اونه. حالا خب موفق باشی، ببینم چی کار میکنی. ممنون بابا. خیلی ممنون. خب آماده این کارو شروع کنیم. والا من که بچه آدانم از بچگی کار کردم، اما این دوستمون رو نمیدونم، چون حتی نمیتونه واسه خودش آب بریزه، گارسون برش میریزه. این حرفا رو کسی میزنه که تو زندگیش چند تا پرنده پرورش داده. بهتره کار کنیم بعد معلوم میشه. شنیدین آقا کمال چی گفت؟ اینجا مدیر منم. پس به جای اینکه انقدر حرف بزنی، برین سر کارتون. ماجد خانوم، قهوه که میخوری؟ بدون شکر میخوام. میدونم خانوم. برای منم ساده باشه امین خانوم، لطفا. چشم نیلگون خانوم، ببخشید. به نظر چرا مانع ازدواج نشدم؟ شما سعی خودتونو کردین مانع این ازدواج بشین، اما موفق نشدین. تو اصلا منو نشناختی. پسرمو میشناسی؟ معلومه که میشناسم. میدونی اون چی کار میکنه؟ من میدونم. یه مادر میدونه بچهش چی کار میکنه، اما به روی خودش نمیاره. منم همین کارو کردم. همه چیو میدونستم، اما به روی خودم نیاوردم. کمالم نمیدونست که خبر دارم. حتی سوزان، سالها هیچی نگفتم، به کسی حرفی نزدم. ماجد خانم، بفرمایی خانم. خیلی ممنون. نوشه جان. شما چرا اینقدر از من متنفرین ماجد خانم؟ تو شوهر منو کشتی، اونو از من گرفتی. ببخشید؟ کمال وقتی فهمید که از تو بچه داره با پدرش خیلی جر و بحث کرد. اونو مقصر جداییشون میدونست. خطو نشون کشی. بهش گفت مهم نیست تاوانش چیه، اما از سوزان جدا میشم و با نیلگون ازدواج میکنم. من اینا رو نمیدونستم. یعنی کمال به هم چیزی نگفته بود. برای اون از همه چی مهمتر اعتبار خانوادش بود. حرفای کمال براش سنگین بود. طاقت نیاورد، سکته کرد. 10 روز تو بیمارستان بود، سختی کشید و آخرش هم مرد. تو شوهر منو کشتی، اونو از من گرفتی. به کمال حرفی نزدم. هرچی میدونستم پیش خودم نگه داشتم. سالها سکوت کردم، به کسی نگفتم. تو دلم نگه داشتم. چند بار اومدم آدانا، تو بچه ها تو دیدم از دور. اینو به کمال نگفتم، ترسیدم بگم خیالش راحت شه، دیگه جسارت نکنه شما رو مخفی کنه. بعدش
برای اینکه نیاد آدانا هر کاری تونستم کردم. مریض شدم، مشکل ایجاد کردم. ای کاش بیشتر تلاش میکردم. الان هر بار که تو رو میبینم، هر بار که تو چشمای بچهات نگاه میکنم، یاد مردن اون خدا بیامرز میافتم. چیچک چی شده؟ برای چی اومدیم اینجا؟ میشه اینقدر حرف نزنی؟ به خدا اگه مسئله پیش بیاد مامانم منو میکشه. تو نگران نباش، برو بیرون. اگه کسی اومد نظر بیاد داخل. عمر جون سلام، ببخشید مزاحمت شدم. این جلسه ای که با هم داشتیم میشه بریم بیرون با هم حرف بزنیم لطفاً؟ خیلی وقته که ندیدمت، الکی تو شرکت نمونیم ها. نظرت چیه؟ خوبه، فقط یه خواهشی ازت دارم. وانمود کن پیشنهاد از طرف تو بوده، به کمالم زنگ بزن. باشه؟ باشه، خیلی ممنون. جوانم عمر، بیرون؟ هرکاش زودتر بهم میگفتی. نه عزیزم، چه مشکلی؟ باشه، همین کارو میکنی، شب میبینمت. باشه، خداحافظ. خبر بدی بود؟ عمر بود، به خواست خودش جلسه رو انداخته توی رستوران. پس حتما کارمون طول میکشه. فکر کنم باید به مامان ماجده خبر بدم. ای بابا، چرا یهو همچین تصمیمی گرفت؟ عمره دیگه، میشناسیش که، نمیشه باش مخالفت کرد. راست میگی، حق با توه. مهم نیست، فوقش میریم یه شام میخوریم. آره، پرونده رو برات آماده کردم، یه نگاهی بنداز. باشه، بررسی میکنم. کمال جون باید سری نگاش کنی، یادت نره ها. باشه؟ باشه. فعلا. تو فکر میکنی پیروز شدی، دست بچهاتو گرفتی اومدی اینجا، اما اشتباه میکنی. من صبورم، سالها منتظر بودم، صبر کردم، الانم صبر میکنم. منتظر چی هستی؟ روز نابود شدنتون. مطمئنم از اومدنت به اینجا پشیمون میشی. بی صبرانه منتظر اون روزم. تا اون روزو نبینم خیالم راحت نمیشه، اینو بدون. فکر کنم بهتره برین ماجد خانم. کیو داری بیرون میکنی؟ جانم، جلسه؟ نه سوزان جون، اصلا نگران نباش. مهم نیست چقدر جلسه طول بکشه، من حواسم به بچه ها هست. باشه عزیزم. سوزان بود، یه جلسه کاری داره که حتما باید با کمال بره. شب منتظر نباش. بفرماییم کمال. باشه خوب، اگه واقعا جلسه مهمیه. نه، برای شام منتظرت نمیمونیم. باشه، منم. من بهت چی گفتم؟ ببین، از همین هفته اول زندگیتون جلسه های شبانه شروع شد.
آتیش و باروت نمیتونن کنار هم باشن. دیگه بعد از اینش با توه. همه جای دنیا موسیقی زبان آدم هست برای حرف زدن. میشه به واسطه موسیقی تفاوت بین آدم رو از بین برد. تو آدانا با همکاری یه سری از مردمان خیر واسه بچه هایی که نمیتونن آلات موسیقی تهیه کنن فرصت ایجاد کردیم. الان میخوام نمونه کارهای آدانا رو بهتون نشون بدم. الان با همه وجودم باور دارم که با کمک مدیر مدرسه و خیرین عزیز این پروژه رو میتونیم گسترده تر و گسترده ترش کنیم. زود باشون رو قطع کن. رضا صد بار بهت گفتم این درو وا نکن داداش. ببین من زیاد کار ندارم، چند دقیقه میرم زود برمیگردم. خوب باشه. من دلم میخواد این دفعه همه چی جدید باشه، یعنی یکم متفاوت باشه. دلم نمیخواد یه نور ساده باشه و اینور و اونور مردم نشسته باشن. همچین چیزی اصلا نمیخوام. قدیر، خوش اومدی. میشه بعدن حرف بزنی؟ بله. اگه بعد موقع اومدم میتونم برم؟ نه نه، بیا بیا لطفا بشین. باشی. چون به کمکت نیاز داشتم. تو چه موردی؟ راستش دارم با بابام کار میکنم ایجی. در واقع بابام منو مرتو برده توی یکی از پروژه های شرکت. البته نیت اصلیش اینه که رابطه ما بهتر شه، وگرنه پروژه مروژه کمش بهونه است. اما من میخوام کارمو خوب انجام بدم. متوجه شدم، مبارک باشه. پس در موردش حرف بزنی. خوبه. من خودم صنایع نساجی خوندم. اون قسمت مشکلی نداره، اونش با من. ولی تو قسمت طراحی صفر صفرم، هیچی نمیدونم. اگه تو مورد بهم کمک کنی، یعنی اگه یکم کمک کنی که فقط آبروم نره، ممنون میشم. همین. من مدتیه که کارم خیلی زیاده و این کارای نمایشگاه. آه باشه، میدونم. از اولش هم فکر کردم که اشتباه متوجه شدی. من میخواستم بگم که شبا فرصت کار کردن دارم، اینجوری برای تو راحته. آها خوبه. پس یعنی از امشب شروع کنی؟ باشه، خوبه. پرونده رو بذار پیش من، بررسیش میکنم. باشه، پس این پرونده هر چقدر دوست داشتی بخونش. باشه. پس من دیگه وقتتو نمیگیرم، الان میرم، بعدن با هم حرف بزنیم. باشه، حرف میزنیم. خدافظ. خدافظ. ها ایجی، ممنون. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای بابا، هر وقت منو میبینه اینو میپرسه تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا خسته نشدی از بس این سوالو پرسیدی؟ من که خسته شدم. جواب بده، تو اینجا چی کار داری قدیر؟
دارم کار میکنم. اون اینجا چی کار داشت؟ فکر نکنم برای پرسیدن این اومده باشی. هیچه، من نیومدم اینجا که دعوا کنم، برای معذرت خواهی اومدم. البته به کمکتم احتیاج دارم، اما میبینم که یکی دیگه قبل از من اقدام کرده. بی خود به زحمت افتادی، چون من نمیدونم با چه روی اومدی اینجا. هیچه، ازت معذرت میخوام. آره من رفتم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه باید چی کار کنم اجه؟ قبلم به قدیر قول داده بودم که کمکش کنم. بهتره تو هم بری پیش دوست دختر جدیدت، اون با اشتیاق بهت کمک میکنه. این اتفاق رفتی به چیچک نداره. هر چقدرم که اون اتفاق زشت باشه، اشتباه من بود. نظر تو چیه چیچک؟ حرفی نداری؟ من هیچ کار اشتباهی نکردم. این مدرسه یه فرصت دیگه بهت داد، اما میتونه دوباره ازت بگیره. یا باید طبق قوانین اینجا عمل کنی، یا اینکه من میدونم با تو. من هیچ ارتباطی با این اتفاق ندارم. خانم معلمم خودشون گفتن. تو میتونی بری چیچک. من میدونم که رابطه بین شما و چیچک چقدر حساسه، اما نمیتونم اجازه بدم که تو مدرسه همچین اتفاقایی پیش بیاد. شاید نیت شما حمایت از چیچک باشه، اما اگه یه بار دیگه همچین اتفاقی بیفته مجبور میشم هر دوتاتون رو از مدرسه اخراج کنم. اینو بدونین. بهتون قول میدم دیگه همچین اتفاقی پیش نیاد آقای مدیر. خیالتون راحت باشه. باشه، میتونین برین اسرت خانم. خجالت نکشیدی این کارو کردی؟ من چرا خجالت بکشم؟ تو جلوی همه لخت شدی. تو خجالت بکش. آه! اینو ازت میگیرم، قسم میخورم. خب فردا روز بزرگیه. میگم آقا عزیز، فکر نمی کنی داری یکم زیاده روی میکنی؟ بگیر بشین. نه ممنون، من همینجوری راحتم. تامر بشین. پدر من توی همین خونه خودکشی کرد. تو میدونی وقتی یه بچه پدرشو که خودکشی کرده بغل میکنه چه حسی داره؟ تامه خیلی سخته. این کارا یکم زیاده روی نیست؟ نیست. لابد میخوای بگی پس این همه سال کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ خب راستش شنیدین که میگن انتقام مثل غذای چرب و چینی میمونه، وقتی سرد بشه دیگه نمیشه خورد. منظورم همونه. خفه شو، من اون وقتا قدرت انتقام گرفتن نداشتم. همه چی از صفر شروع کردم. صبح تا شب کار کردم، با چنگ و دندون پول جمع کردم مثل خر، فقط برای اینکه به همچین روزی برسم. من نمیخوام توی شب جون کمالو بگیرم. اگه اینجوری بود که تا الان کرده بودم. اصلا سخت نیست. میخوام هر بلایی سر بابام آورده به سرش بیارم. بچه های اون باید همون عذابی رو بکشن که من کشیدم.
قصاص، من از اون قصاص میخوام. احساس میکنم قضیه به کمال مربوط نمیشه، یعنی میخوام بگم هر کاری کرده بابای خدا بیامرزش کرده. فقط شرکت نیست که برای اون مونده، اسم پدرش هم هست. این همه سال با اسم پدرش هر کاری خواست کرد، الانم باید یکم تاوانشو پس بده. آره دیگه همینه، تو فقط بچه ها رو بیار جایی که میگم، بقیهش رو بسپر به من، فهمیدی؟ آقا عزیز ببینید من چطوری این کار رو بکنم، آخه نمیدونم که از پسش برمیام یا نه، میترسم یه وقت گم بزنم، نمیخوام نقشه های شما هم خراب بشه. تامر جانم، عزیزم من به تو اعتماد دارم. مگه نه؟ من به تو اعتماد دارم، تو هم یکم اعتماد به نفس داشته باش. تو هم از پسش برمیای، من میدونم. من رفتم. الو سلام عایشه خانم، من نیلگونم، نیلگون ایپکچی. میخواستم با کمال حرف بزنم. بله میدونم یه جلسه داشت، یعنی خیلی مهمه، باید پیداش کنم. یادم رفت اسم رستوران چی بود. باشه خیلی ممنون. داری چی کار میکنی نیلگون؟ داری چی کار میکنی نیلگون؟ خیلی خوش آمدید. سلام. میزتون آماده است اما مهموناتون هنوز نیومدن. یه میز خوب براتون تدارک دیدیم، از این طرف لطفا. ممنونم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. قبل اومدنش یه چیزی بخوری؟ نه امشب مشروب نمیخورم. یعنی اینقدر میترسی کمال؟ چی گفتی؟ جون من چی گفتی؟ گفتی تو شرکت جلسه داریم آره؟ یا اینکه برای جلسه کاری میخواییم بریم رستوران ها؟ ببینم گفتی منم هستم یا نه؟ مزخرف نگو. الان میام. اصلا انتظار نداشتم که بیای مرد، خیلی هیجان زده شدم، اصلا باورم نمیشه. باشه آروم باش، میخواستم رو در رو با هم حرف بزنیم. من نمیخوام تو رو متهم کنم چون تو منو مجبور به کاری نکردی، اما من نابود شدم صدف، نباید اون شب اتفاق میافتاد. من از اتفاقای اون شب اصلا پشیمون نیستم مرد. اما من پشیمونم. ازت خواهش میکنم از این به بعد به من زنگ نزن، مزاحمم نشو، پیام نده. دیگه باید این مسخره بازی رو تمومش کنی. من نمیخوام از تو دست بکشم اصلا. صدف یا شروع کنی. من الان باید برم روی صحنه مرد. ازت میخوام که اولین ترانه رو حداقل گوش کنی. میخوام برای تو بخونم. صدف. لطفاً. تو هم که همون روز اول پیچوندی، مگه قرار نشد کار کنی؟ فردا جبران میکنیم، نگران نباش. تازه مگه بده یکم موسیقی گوش بدیم؟ اینجاست. آها تو استانبول شب رفته بودی بیرون؟ نه یعنی لازم نبود، من زیاد اهل شب بیرون رفتن نیست. پس بیا بریم، عادت میکنی. بیا بیا دیگه. زود باش. بانا اویله
bakmam. Anlayacaklar ikimize karşı bu dünya bizi. Anlamayacaklar bana öyle yaklaşma. Öyle dokunma ikimize karşı bu dünya bizi. Anlamayacaklar. تو میدونستی مرت اینجاست؟ نه نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. پس پاشو زودتر بریم، من اصلا درد سر ندارم. چی شده؟ خیلی عوض شدی قدیر. بریم. ببین من از چیزی اذیت نمیشم قدیر، اومدم ترانه گوش کنم. بیا گوش بدیم لطفا. ببین من کلن زیاد از اینجور جاها خوشم نمیاد، پاشو بریم. من اصلا خجالت نمی کشم، میفهمی؟ کسی که باید خجالت بکشه اونه. اگه دلش نخواد میتونه بره. تازه اگه الان برم بیرون خیلی اذیت میشم. لطفا یکم بمونی. بو حیاتا بیزی بله یکمستان تتجاکسا هدی بله یشده کن قلبی میزه. به سلامتید. نیلگو تو اینجا چی کار میکنی؟ جلستونو به هم ریخته؟ انتظار نداشتی بیام؟ تعجب کردی؟ راستشو بخوای تعجب کردم. اگه میدونستم میومدم دنبالت، یا حداقل با هم میومدی. آخه به هم گفته بودی جلسه داری، اما نمیدونستم جلسات اینقدر شخصیه. ای کاش به هم میگفتی. آره واقعا کاش که میگفتی کمال جون که همچین جلسه ای داری. تو منظور خاصی داری؟ ببین. سلام دوستان. آه خوش اومدین. وای ببخشید یکم دیر شد. سلام عمر، خوبی؟ سلام. چطوری عمر؟ خوبم ممنون. امشب همتون مهمون من هستین. ایشونو معرفی نمی‌کنین؟ همسرم نیلگو. آها. میدونستم از سوزان خانم جدا شده، اما خبر نداشتم دوباره ازدواج کردین. عمر هستم. سلام. خوشبختم. اطلاع نداشتم شما هم تشریف میارین. فکر کنم کمال هم خبر نداشت، هممون سورپرایز شدیم. بفرمایید بشینید با هم چیزی بخوریم. آره آره سفارش بدیم، برای 5 نفر سفارش بدیم. حالا که نیلگونم اومده اونم تو جلسمون باشه. مگه نه نیلگون جون؟ بی بشین. نه من مزاحم نمیشم. شبتون بخیر، باشه برای بعد. خداحافظ. ببخشید سوزان، جریان چیه؟
عروس خانم حسودیشون شد. میبینی چی میکشم؟ نیلگون، 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 نیلگون چی کار میکنی؟ برای چی اومد اینجا؟ برای چی اومدم اینجا؟ میدونی منم تو کل مسیر همینو از خودم میپرسیدم. نیلگون برای چی میخوای بری اونجا؟ گفتم صبر کن، نرو نیلگون، نرو، اما نتونستم جلوی خودمو بگیرم. گفتم که جلسه دارم، نمیفهمم جریان چی. اما من میفهمم. از وقتی ازدواج کردیم همه چیز عوض شده، دیگه حتی خودم هم نمیتونم بشناسم. چی شده؟ میشه همه چی رو واضح توضیح بدی؟ واقعا بهت بگم؟ آره بهم بگو. از وقتی اومدیم استانبول تو اون خونه، اون خونه داره خفم میکنه. طاقت اینو ندارم که تو و سوزان کنار هم دیگه کار کنی. تازه اینا هیچی، نگاه کن، ببین این عکسم هست. من دو روزه نمیتونم بخوابم، دیگه نمیدونم به چی فکر کنم، چی رو باور کنم. تو رو من حساس شدی؟ همینطوره، حسودیم میشه، نمیتونم جلو خودم رو بگیرم. به چی میخندی؟ نخند، میشه جدی باشی؟ زنی که دوستش دارم حسودی میکنه، دیگه چی میخوام از این بهتر؟ تو منو دوست داری، بیا، تو دوستم داری. بیا بریم خونه. بریم خونه؟ جلسه رو ول کن بابا، بیا بریم. هیچی مهمتر از خودمون نیست. تو برو تو ماشین، منم الان میام. باشه؟ باشه. سوار شو. بیا عزیز، سوار شو، بیا. ببخشید دوستان، من باید برم. باید به همسرم رسیدگی کنم. این کارت اصلا حرفه‌ای نیست کمال جون، ما اینجا یه جلسه مهم داریم. بحث اولویت هست سوزان، جبران میکنم. شب بخیر. شب بخیر. میبینم ات سوزان. با این شرایط نمیتونیم کار کنیم سوزان. حق با توه عمر، چی بگم؟ باشو بریم. گفتم که من از چیزی ناراحت نیستم. ما جدا شدیم، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. باشه، ولی من دارم اذیت میشم، میفهمی؟ من مثل شما ها روشن فکر نیستم. باشو بریم. قدیر، 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 صبر کن، خواهش میکنم. تو برای چی منو تو چنین شرایطی قرار میدی؟ دارم آتیش میگیرم قدیر، دارم آتیش میگیرم. وقتی من اذیت میشم دلم میخواد اونم اذیت بشه، میفهمی؟ دلم میخواد منم دیوونه بازی در بیارم. مگه زمانی که درست رفتار میکنم چی میشه ها؟ یه بابای نامرد، دوست پسره که دو روز بعد جدایی رفت تو بغل یکی دیگه، حق من واقعا اینه قدیر؟ تو چی کار میکنی؟
چرا آدم های این شهر رفتارشون غیرعادیه؟ درک نمی کنم. نباید این کارو میکردی. یدک جونش شدم کافی نبود، الانم برای انتقام بازیچه شدم. متاسف، واقعا متاسف. خیلی ممنون. ممنون رضا. نیلگون، جریان اون عکس چیه؟ کی برات فرستاد؟ از یه شماره ناشناس برام فرستادن. من که بهت گفته بودم که سوزان اون شب اومد، یه هایی اومد. راستش من خودم اون لحظه غافلگیر شدم، گفتم دیگه نباید این کارو بکنی، گفتم همچین چیزی نباید باشه. اونم رفت. میخواستم بهت بگم اما نمیخواستم ناراحتت کنم. همین. من به تو اعتماد دارم، اما ازت خواهش میکنم، یعنی حتی اگه احساس کردی ناراحت میشم، همه چیزو به هم بگو. باشه، خودت بگو. چون دیگه قرار نیست از این اتفاقا بیفته، پس لازم نیست که بگم. این خونه منو خفه میکنه کمال. همه جا سوزانو میبینم. نگاه کن به چه روزی افتادم. اصلا برای چی امشب اومدم تو اون جلسه؟ واقعا چه فکری پیش خودم کردم؟ مثل این دختره دبیرستانی. خجالت میکشم. یکم دیگه تحمل کن، اگه نشد از اینجا میریم. داری جدی میگی؟ جدی میگم. وای خیلی مهربونی کمال. مهم اینه که خوشبخت باشیم. چه فرقی میکنه کجا باشیم، مگه نه؟ بیا بریم. بازخیسمون نکنه. درخت جون میده واسه لم دادم. حیف خیس شی. قدیر، من به خاطر تو از آدانا اومدم که کنار هم باشیم پسر، ولی اصلا رو تو نمیبینم. چه زود به استانبول عادت کردی ها. عادت نکردم پسر، یعنی نمیتونم. آدم های اینجا خیلی عجیب غریبه. هیچکی اونجوری که میبینی نیست. هر وقت که میری سمت یکی با خودت میگی این آدم آدم خوبیه، با بقیه فرق میکنه، ولی بعد گندش در میاد. یعنی چی قدیر؟ من منظورتو نفهمیدم. باور کن خودمم نفهمیدم. اگه میفهمیدم به تو هم میگفتم، ولی خودمم نمیدونم. صبح بخیر، اینم قهوه برای دختر نازنینم. بفرمایین. حالا اینو میبندیم، همین الان بلند میشی میری برای بابات یه کیک خوشمزه میخریم. میای، حق اعتراضم نداری. زود باش برو، زود باش برو ببینم. آفرین، دو تا میخری. خیلی درستمه. سری منتظرم. آ بابا
کن. ساعت 11 بیا به این آدرسی که میگم. چرا قیافت رفت تو هم داداش؟ چیزی نیست. میدونم یه چیزی هست اما امیدوارم خیر باشه. ساعت 11 بیا به این آدرسی که میگم. باشه. آخ این پسرا. جوونیه دیگه. امینه خانم. بفرمایین آقا کمال، چیزی میخواستین؟ اگه یه بار دیگه بازیچه کثافت کاری سوزان بشی میندازمت بیرون. منظورتون رو نفهمیدم آقا. به نظرم فهمیدی. اون شب غیر از تو هیچ کس دیگه نبود که اون عکسو بگیره. دیگه نمیخوام همچین چیزی رو ببینم. حتی اگه سوزان تهدیدت کرد، حتی اگه عصبانی هم شد، حق نداری همچین کاری کنی. من میخوام به همه کارمندام اعتماد کنم. تو رضا سالهاست که دارین توی این خونه کار میکنین. مجبورم نکنم کاری کنم که باب میلم نیست. فهمیدی؟ بله آقا کمال. امیدوارم. خدایا حالا من چیکار کنم؟ مامان چیه؟ چیزی شده؟ خوبم خوبم، چیزی نیست. همینجوری منو نگاه نکن. اینو بگیر بذار سر جاش. زود باش برو. چشم. یلدا این چیه؟ جواب بده این چیه؟ عکس مامان. منم میدونم این عکسه. عقلتو به کار بنداز دخترم. آخه این کار مگه شدنیه؟ آره؟ چرا نشه مامان؟ من حق ندارم کسی رو دوست داشته باشم. حق ندارم عاشق بشم. این چیزا برای من ممنوعه. آخه دختر قشنگ من، تو یه ذره عقل نداری؟ آخه با قدیر مگه میشه؟ چرا نشه؟ چون تو از اون خوشت نمیاد؟ آخه یلدا چه فرقی میکنه من از قدیر خوشم بیاد یا خوشم نیاد؟ ها؟ اون دیگه الان یه ایپکچیه. مگه تو در حد اونی دخترم؟ مگه تو خودت همیشه به من نمیگفتی مامان تو فکر کردی ایپکچی هستی؟ ها؟ تو خدمتکار اونایی، فامیلشون که نیستی. حالا چی شد؟ چی شد؟ چه زود حرفات یادت رفت؟ قدیر فرق میکنه، اون شبیه بقیه ایپکچیا نیست. اونم همینطوری میشه، اونم شبیه بقیهشون میشه. تو نگاه نکن الان عادت کردن به یه سری چیزا براش سخته، زندگی جدیدش براش عجیبه. اما همه ی آدما به پول و ثروت خیلی زود عادت میکنن دخترم. ها تازه وقتی عادت کنن دیگه گذشتهشون هم به خاطر نمیارن. اینم بدون دخترم. ببین تو و قدیر با هم خیلی فرق داریم. خب تو به خاطر اون فقط قصه میخوری، باور کن. دختر خوشگلم، عزیز دلم، بیا اینجا. خوش اومدی داداش، بیا. حالا چطوره؟ گرسنه‌ای؟ این چه سوالیه میپرسم؟ معلومه گرسنه، یه چیزی برات آماده میکنم. خودم یه چیزایی خریدم، تو فقط لطفا یه چایی دم کن. باشه دم میکنم. فکرم همش پیش تو بود نیلگون. نمیخواستم تلفنی هم باهات حرف بزنم، گفتم بیام رو در رو حرف بزنیم. ببینم با نگهبان حرف زدی؟ حرفایی که زدم راست بود؟ داداش فعلا این حرفا رو ول کن. همون دو روز هر چی کشیدم بسه، فراموش کن. باشه هرجوری راحتی. میگم میشه بگی لای این سیمیتا یکم نون پنیر و زیتون و اینجور چیزا بذارن مثل توست؟ میشه با هم بخوریم. باشه برات درست میکنم. من یه سر میرم دستشویی نیلگون، اوزام خیلی بیریخته. باشه اون طرفه. اه.
خوش اومدی. با امین خانم حرف زدم، دیگه مجبور نیست برات خبر بیاره. از تو هم خواهش میکنم اون زن رو مجبور به همچین کارهایی نکن، فهمیدی؟ نمیفهمم. میدونی همون لحظه باید میفهمیدم سوزان. من از هیچی خبر ندارم کمال. از هیچی خبر نداری؟ تو اون موقع شب وقتی داشتی منو میبوسیدی یهو امینه خانم زد به سرش که عکس بگیره. آره این بازی بچگونه نمیتونه رابطه بین من و نیلگون رو خراب کنه. دست از این کارا بردار، لطفاً دست بردار. الو آقا کمال، بهتر همین الان برین خونه. چی داری میگی؟ تو کی هستی؟ ممکنه نیلگون خانم به کمکتون احتیاج داشته باشه. آقا کمال به حرفم گوش بدین، عجله کنین، همین الان برین خونه. حالتون چطوره؟ نیلگون خانم، این پاکت جلوی در بود، یکی گذاشته. این چی؟ نمیدونم که. خیلی ممنون. دیگه کار تمومه. پسرم خدایا نیلگون چی شده؟ قدیر این چیه؟ این دیگه چیه؟ قدیر نیلگون این چیه؟ بادی تلفن کجاست؟ موبایل کجاست؟ باید به کمال زنگ بزنم. اینو بازش کن، اینو بازش کن. باشه باشه آروم باش، بیا زنگ بزن. این چیه؟ نیلگون این چیه؟ خدایا الو الو کمال بیا خونه، بیا خونه. تو رو خدا داره خدا کمال، کمال میخوام بچه ها رو بکشن. کمال نیلگون چی داری میگی؟ نیلگون آروم باش میام. غدیر و مرتو میخوام بکشن. کمال تو رو خدا بیا خونه. باشه همین الان میام. آروم باش، آروم آروم باش، چیزی نمیشه. آروم باش نیلگون. پسرها خدای من یک کاری بکنید، یک کاری بکنید. تو هم باید بلنشی بیای. کجا؟ تو رو برای تعریف میکنم، زود باش. فقط بذار خلاص شم، بذار از اینجا خلاص شم، بهت نشون میدم کی حالش خوبه. یه کاری میکنم گذشته بیا جلو چشات. بابات هم همین کار رو کرد. خب نتیجهشو که داری میبینی مگه نه؟ تو کی هستی؟ عوضی میگم تو کی هستی؟ فقط بذار از اینجا خلاص بشیم، بابام دهنتو سرویس میکنه. اینا همش حرف مفته، حرف مفت، تهدید بیجا. از این حرفا زیاد شنیدم. فقط یه واقعیت وجود داره، اونم اینه که شب نشده یکی از شما دو نفر باید بمیرین. آره ولی اینو من انتخاب نمیکنم، باباتون انتخاب میکنه. خودت گور خودتو کندی. نمیدونم عزیزی نازنازی یار کوفتی که هستی باش، ولی از الان دیگه جنازه‌ای بیش نیستی.
اصلا حرف حساب حالیتون نمیشه، اصلا. آره بخند، بخندمون، بخند معلومه که میشه. نمیتونم ببینم. کمان آروم. کمان چیزی نمیشه. کمان باشه، آروم باش. درو خدا یک کاری بکن، درو خدا یک کاری بکن، بچه همو نجات بده. پسر من اینجا چی کار میکنی؟ این کیه؟ کی این کارو کرده؟ عزیز میکشمت، چه صفت میکشمت. باشه، من به چی گفتم؟ آدم ها دیر یا زود بالاخره مجبور به انتخاب میشن، یادته؟ این استخ در عرض 3 ساعت پر میشه، فقط 3 ساعت. میتونی بیا یکی از پسراتو نجات بدی، اما نه، اگه بخوای باز با من بحث کنی بگی من نمیتونم انتخاب کنم، هر دوشونو از دست میدی. شنیدی چی گفتم؟ منو بگیر، اگه جرأت داری منو بگیر، بچه ها رو ول کن، منو بگیر. کمال، خیلی ساده است، یا یکیشون رو انتخاب میکنی یا هر دوشون رو با هم از دست میدی. مرد یا قدیر، به هم بگو. فقط دلم میخواد گیر من بیفتی، فقط دلم میخواد گیر من بیفتی عزیز. پیدات میکنم و میکشمت. شنیدی چی گفتم؟ پیدات میکنم و میکشمت. بیا پیدام کن، گوش کن، اگه بخوای بری پیش پلیس، سر هر دو تا پسرتو میبرم، اینو خودت هم میدونی. چی میخواد؟ پشت تلفن چی میگه؟ عزیز چی میخواد؟ چه خبره؟ کیان؟ اینا کیان؟ عزیز کیه؟ از پسرم چی میخواد؟ از جون پسرم چی میخواد؟ بگو. میگه باید یکیشون انتخاب کنم، یا قدیر یا مرد، اگر نه هر دوشونو میکشه. چی؟ اینجا چه خبره؟ برای چی؟ نیلگون آروم باش. برای چی؟ چرا؟ چرا؟ چه خبره؟ برای چی؟ برای چی؟ نیلگون آروم باش. مگه نگفتی این آدم مهم نیست؟ مگه نگفتی حواسم بهش هست؟ ها؟ چی شد؟ چی شد؟ بهش بگو از مناقصه انصراف میدم، یه کاری بکن، بگو هر چی میخوای بهت میدم. ربطی به مناقصه نداره، داره بازی میده، مشکلش چیز دیگه ایه. چه خبره؟ آروم باش، آروم باش. چه خبره؟ چه خبره اینجا؟ چه خبره؟ آروم نیلگون، آروم باش، آروم باش، بچه ها رو پیدا میکنم. تو پلیس امنیت آشنا دارم، خبر دادم، بدون اینکه مشکلی پیش بیاد پیداشون میکنم، اونا رو پیدا میکنم نیلگون، بچه هامونو پیدا میکنم. نمیتونه بلای سر بچه هام بیاره، من نمیذارم. بذارم چرا پسر من اونجاست؟ زور نزن، در نمیاد، زور نزن. لعنتی قدیر، بابام بین ما یه نفر انتخاب نمی کنه. اونا میدونن که این کارو نمی کنه. آخه اینا مشکلشون چیه؟ از ما چی میخوان؟ این قضیه مشکوکه. ما هر دومون با پیام اجه اومدیم اینجا. اجه با همچین آدمایی چه رابطه ای داره؟ این قضیه داستان داره. یه چیزی از خواه بگو، چیه؟ نمیدونم، نمیدونم، ولی بالاخره معلوم میشه. زیاد زمان نداریم قدیر. بابا نجاتمون میده، میفهمی؟ هر کاری بتونه میکنه که ما رو نجات بده. چیه؟ به چی نگاه میکنی ها؟
میخواین رده تلفن رو بزنین؟ یکم عجله کنین، وقت نداریم، سریعتر. تو به چه حقی در مورد این آدم تحقیق نکردی؟ ها؟ چرا احتیاط نکردی؟ پیام تصویری اومده، میخوان زنده زنده پسرمو جلوی چشمم بکشن. باید یه کاری بکنیم، باید بریم پیش پلیس. کمال خواهش میکنم به پلیس زنگ بزن، زود باش. خواهش میکنم بگو پیدا کردی. اسمش عزیز بایهانه. اطراف استانبول هر چی که خونه هست بگردین، همه خونه ها رو بگردین، دنبال یه خونه ویلایی که استخر داره. باشه، فقط سریعتر. ممنون. چی شده؟ تو رو خدا بگو چی شده؟ از روی خط قدیر و مرد رد تلفن رو زدن. من میرم دنبال بچه ها. از شما خواهش میکنم که آروم باشین، لطفاً. باشه. خواهش میکنم حواست مرد باشه، اون هنوز بچه است. میدونی خیلی سختی کشیده، اول اون اتفاق، بعد عمل، بعدش هم که طلاق. تو چی داری میگی؟ یعنی جون مرد مهمه ولی جون قدیر مهم نیست؟ اگه مجبور به انتخاب شدی، همه اینا رو به خاطر بیار.